وحشت از فعالیت های جوانان شورشی در کارزار چهارشنبه سوری بودیم، اما علی‌رغم تمامی این تهدیدات فرماندهان سرکوب و سران حکومتی، جوانان شورشی خودشون رو برای هر چه آتشین برگزار کردن این مراسم آماده کردن و تصاویر رسیده تا این ساعت میبینیم که گویای این حقیقته. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی در استودیو. آقای سلیمی، به شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز همراه ما هستین در روز چهارشنبه سوری. الان گفتم در مقدمه که ما شاهد واکنش ها و خلاصه هشدارهای بسیاری از سران و فرماندهان نیروی انتظامی بودیم برای روز چهارشنبه سوری. من میخواستم اگه موافق باشین تصاویری از آخرین صحبت های اینها رو و عملکرد رژیم امروز توی شهرهای مختلف به صورت نیروهای سرکوب به صورت بسیار زیادی همه جا بودن، این رو با هم ببینیم و بعد ببینیم که خب چجوری امشب اینطور آتشی نشد. من سلامی خدمت بینندگان عزیز شما بکنم، همینجور درود بفرستم به جوان شورشکی و شورشگر و کارهای شورشی که امروز رو به روز آتش و قیام تبدیل کردن. بله بفرمایید. بله، هر گونه ناهنجاری و اون چیزی که بخواد به امنیت مردم خدشه وارد بکنه رو در حقیقت خط قرمز پلیس هست، اجازه نخواهیم داد. ضمن که در کنار مردم خواهیم بود، مردم بدونن که بر نمیتابه پلیس که بخواد خدای نکرده کسی بخواد امنیت شهروندان رو به مخاطره بندازه. خامنه ای فقط مونده تانک بیارن واسه ملت. بله، علی‌رغم همه این لشکرکشی هایی که همین امروز هم بوده، اما صحنه ها رو داریم میبینیم. بله بله. خب سوال شما این بود که اقدامات رژیم تو این روز چی بوده. البته خب الان شما نمونه رو اشاره کردین، ولی خب میدونین از زمانی که از پنج اسفند ماه فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور برای کارزار ملی چهارشنبه سوری اطلاعیه خودش رو صادر کرد که در واقع چهارشنبه سوری و هفته چهارشنبه سوری به طور فعال جوانان شورشگر به خیابون‌ها بیان و خلاصه برای استمرار این قیام، خلاصه روز چهارشنبه سوری و این روز این جشن ملی رو، این کارزار ملی رو تبدیل به یک کارزار علیه رژیم بکنن و استمرار قیام برای سرنگونی اون. خب دیدیم که رژیم هم به شدت، البته از قبل به سیاق سالهای گذشته تدارک دیده بود که باید با این روز در بیفته و با جوانان شورش کرد، چون هر سال با همین صحنه ها روبروست، ولی خب امسال بسیار خطیرتر و طبعا در شرایط جدیدتر، چرا که بعد از قیام وضعیت متفاوتی هست، شاید از هر بابت عوض شده، تغییر کرده، و به همین خاطر ما می‌بینیم که ابتدا رادان 16 اسفند ماه که میاد به صحنه و از تداوی چهارشنبه سوری و اقداماتی که به اصطلاح صورت میگیره از جانب اونها، و اینکه اجازه نمیدیم که هیچ معبر و میدونی محل تجمع به اصطلاح برگزار کنندگان چهارشنبه سوری بشه. بعد به دنبال اون ما شاهد هستیم که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در فکر میکنم 17 اسفند ماه بود که افشا کرد از ابلاغیه آماده باش و هوشیاری 100% نیروهای سرکوبگر رژیم، از سپاه پاسداران، نمیدونم نیروهای متعلق به وزارت کشور، نیروی انتظامی و و و، که همه اینها تقریبا تمام نقاط اصلی شهر در 250 نقطه به اصطلاح خودشون آسیب خیز رو کنترل خواهند کرد که 45,000 نیرو به این امر اختصاص میدن، از همه یگانهای تابعه متعلق به سپاه و نمیدونم بسیج و نیروهای انتظامی و ضد شورش و اینها که در این مناطق مستقر بشن که از هر گونه تجمع جلوگیری بکنن، از مراکز حساس به اصطلاح مراقبت بکنن و همچنین اقدام به دستگیری کسانی که اغتشاشگر هستن از نگاه اونها و همینطور شناسایی لیدرها و رهبران کسایی که در صحنه عمل میکنن. به هر حال ما بعد دیگه سریالی از موضع‌گیری ها، یعنی علارمی که اول تلاش میکنن خیلی مینیمیزه بکنن و حتی میگفتن دید ما به این و صحنه اجتماعی و نه امنیتی و ما در کنار مردم هستیم، ولی معلوم نیست که چرا این همه ابلاغیه و آماده باش. و بعد هم میبینیم که در کمیسیون امنیت مجلس رژیم جلسه برگزار میشه، پاسدار فدایی
جانشین فرمانده سپاه به علاوه فرماندهان و مسئولان مربوط به سرکردهای مربوط به نیروهای انتظامی، نمیدونم اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، چه در چنین ترکیبی به تداوی و طرح‌های سرکوبگرانه خودشون برای جلوگیری از این تجمعات میپردازند. بعد هم میبینیم سیالی از دادستان ها که میان به صحنه و هشدار میدن، اژه‌ای که... هم بعد هم اژه‌ای و هم سایر دادستان در سایر استان ها که هشدار دادن که ما اگر کسی رو بازداشت بکنیم در تمام طول تعطیلات ادنگر میداریم، اگر با ماشین باشن ماشینشون هم توقیف میکنیم و خلاصه چنگ و دندون نشون دادن، ناخون به قول معروف دندون تیز کردن برای اینکه بدونن با تدابیر سختی روبرو خواهند شد کسانی که دست به اقداماتی در این ایام بزنند. بعد هم که پشتبند اون آخوندها و امام جمعه ها رو شاهد بودیم که از شرط خطیر این روزها صحبت کردن و بعد هم اشاره به این کردن که پدر مادرها جلوشون رو بگیرن و برنامه های چهارشنبه سوری توطئه دشمنان است. پس بینتری میبینیم که سریال از این موضع گیری ها و فعالیت ها و آماده باشه 100% برای اینکه بتونن جلوی این اقدامات رو بگیرم. آقای سلیمی، سوالی که مطرحه اینه که خب شما هم صحبتاتون گفتین هر سال رژیم نسبت به موضوع چهارشنبه سوری و وحشتش از آتش و خلاصه این حرکت مردم نگرانی داشته و من یادم پارسالم فرمانده انتظامی تهران اومد هشدار داد، اما خواستم بپرسم که تفاوت امسال با پارسال در چی هست که اینقدر ابعاد هشدارها و شاید از اون طرف بخوایم بگیم وحشت رژیم از این چهارشنبه سوری این چنین خودشون نشون داده که شما هم گفتین؟ بله، خب شما باید در نظر بگیرید که ما یک قیامی رو در چند ماه گذشته، در 5-6 ماه گذشته پشت سر گذاشتیم که بالکل چهره ایران رو بعد از این قیام متحول و عوض کرده و طبعا در تعادل جدیدی با رژیم، مردم و مقاومت ایران قرار گرفتن و از این نظر خب بالکل شرایط سالهای قبل و امسال از این نظر کاملا متفاوت هست، چرا که یک پتانسیل انفجاری جامعه هست که با به اصطلاح اون جنایت مرگ مهسا رژیم رقم زد، در واقع جرقه‌ای بود به انبار بارود. به نقل از خود کارشناسای رژیم، نه یکی دوتا، سریالی از کارشناسای رژیم به همین اشاره دارن که نه مرگ مهسا که اون به مثابه یک جرقه، بلکه این پتانسیل انفجاری جامعه، این انبار باروتی که انباشته از مشکلات و مسائل متعدد حل نشده جامعه در سطوح مختلف وجود داره که با یک چنین جرقه منفجر میشه و اشاره به این دارن که مطلقاً این مسائل نه حل شده و نه در مسیر حل قرار گرفته. پس همه اون عوامل، همه اون پارامترها، همه اون المان هایی که برای به اصطلاح یک قیام، یک به اصطلاح انفجار در جامعه مطرح هست، خب همه اینا به قوت خودش هست و هیچ تغییری نکرده. من فقط اینجا اشاره به این بکنم که فقط دو تا رقم، یکی از شاخص فلاکت، همین چند روز پیش کارشناسای رژیم اعلام کردن که شاخص فلاکت 155% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، یا که در واقع معید حجم یعنی گسترش بیکاری و تورم در جامعه هستش، و از طرفی که اشاره به این دارن که حقوق کارگرها در همین بهمن یا اسفند ماه سالی که توش هستیم و اینها در واقع فقط کفایت میکنه برای 10 روز زندگی اونا، یعنی 36.5% به اصطلاح این سبد معیشت اینا رو تامین میکنه، دستمزدی که اینا میگیرن. پس بنابراین در چنین مختصات جامعه قرار گرفته و طبعا باید ببینیم که عوامل مادی برای چنین انفجاری به دلیل چنین بحرانهای اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران، خب این جامعه رو به شدت در وضعیت انفجاری قرار داده. از طرف دیگه خود در سردشخیم چیز قضایی جلادان همین اژه‌ای اشاره میکنه، آخوند اژه‌ای، که 22,000 نفر رو در این پروژه عفی که این خامنه‌ای اعلام کرد تا همین الان که مربوط به همین قیام اخیر بودن رو اینها آزاد کردن. اینجا خود من این اشاره هم بکنم که ما بودیم تنها طرف حسابی که اعلام کردیم 30,000 دستگیری در قیام به اصطلاح اخیر وجود داشته و الان خودش اشاره میکنه که 22,000 نفر رو آزاد کرده که تأییدی است بر آماری که مجاهدین و این مقاومت دادن و اینها. بخش شما به آمار اشاره کردید، منو به یاد اون آماری هم انداختین که در آبان
98 فقط مقاومت ایران بود که عدد 1500 شهید رو گفت دقیقاً. و بقیه نمیگفتن تا اینکه رویترز این رو منتشر کرد و الان دیدیم که جزء شعارهای مردم شده 1500 شهید کشته آبان ما. کاملا یادآوری درستی هستش و به حق. نکته بعدی اینه که خب ما به اصطلاح باید اینجا اشاره بکنیم که نقش، چون شما گفتید تفاوت در چیه، ما اینجا باید در موضوع بعدی اشاره بکنیم به نقش کانونهای شورشی و جوانان شورشگر ما که در طی این مدت فقط در بهمن ماه همزمان با سالگرد انقلاب سال 57 و سرنگونی دیکتاتوری استبداد سلطنتی به اصطلاح نزدیک به 1000 عملیات از جانب کانونهای شورشی، عملیات‌های ضد اختناق، از بین بردن تابلوها یا اون پلاکارت‌های مربوط به نمی‌دونم خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و یا حمله به مراکز بسیج و خلاصه از این گونه اقدامات برای استمرار قیام، برای اینکه این پتانسیل انفجاری جامعه به اصطلاح هم زمینه یعنی فرو نخوابه و ضمناً استمرار پیدا بکنه، اینا خب این به شدت برای رژیم وحشت آوره، چون خودش مواجه هست با دستگیری‌هایی که میکنه، با حجم گسترش فعالیت‌هایی که توسط این جوانان شورشگر انجام میگیره و بعدتر رژیم باید چیکار بکنه. به همین خاطر میبینیم که در همین اقدامات اخیر رژیم روی این انگوش میذاره که به اصطلاح نه در میدان‌ها و معابر اصلی شهر، ولی در کوچه ها و به اصطلاح محله ها به اصطلاح این فعالیت‌های چهارشنبه سوری اونجا انجام بشه. یعنی به عبارتی از ترس و وحشت این که اینا تبدیل به تجمعات بزرگ بشه و یا به اصطلاح تبدیل به قیام بشه بر علیه رژیم، بتونه به این وسیله با تجزیه نیروها جلوی این امر رو بگیره و خب این معید همون ترس و وحشت رژیم هست. به هر حال آماده باشه 100% که من بهش اشاره کردم برای جلوگیری از به اصطلاح همین 45000 نیرو و معابر متعددی که اینجوری اشغال میخوان بکنن و کردن در واقع یعنی توش هستیم و اینا تا به این وسیله جلوی این فعالیت‌ها رو بگیرن. خب فیلم‌های شما معید این هست، طبعا بخش کمی از این فیلم‌هاست که بدید و همین مشکلات اینترنت میرسه، ولی خب حجم فعالیت‌ها نشون میده و ترفند آخرشون هم همین به اصطلاح در رابطه با مسمومیت دختران مدارس که رژیم یک توطئه سراسری در کل ایران در انتقام گرفتن از به اصطلاح زنان ایران، از دختران ایران در پیشتازی در امر قیام در 6 ماهه گذشته به این وسیله با جنایتی در حق اونها داره انجام میده، خب ما شاهد هستیم. و از اون ور توطئه پشت سر اون هم به اصطلاح اعلام این هستش که بعد از حالا نزدیک به 2 ماهه که این پروژه رو داره رژیم پیش میبره، حالا اعلام کرده که تا الان که هیچ سرنخی نبوده، به یک باره از 2 روز پیش چشم باز کرده که بله در 100 نفر از بازداشتهایی که تحقیق کرده اینها به این نتیجه رسید که مجاهدین پشت این امر هستن و اونها هستن که چنین پروژه رو به طور سرتاسری در ایران علیه این دختران پیش برن، که خب معلوم هستش که دقیقاً باز هم پهنه دیگه از جنگ رژیم هست برای خونسا کردن چهارشنبه سوری و برای بدنام کردن مجاهدین تا به این وسیله بتونه به اصطلاح اون چیزی که الان خودش در معرض افکار عمومی از بابت جنایتی که در حق مردم ایران قرار گرفته اونجوری اون رو برگردونه به روی آلترناتیو خودش و مقاومت ایران تا ببینه آیا تا ستون بعدی براش بقایی ایجاد میشه یا نمیشه. به هر حال اینم از ترفندهای دیگه است که خواستم اینجا اشاره کنم. ترفند بسیار جنایتکارانه ای که خودش میکنه بر علیه دانش آموزان. من یاد جنایتی انداختین که توی شیراز هم تو همین قیام داشته که اومدن مردم رو کشتن، بعد انداختن به گردن دیگران. البته سابقه رژیم تو این داستان بسیاره. آقای سلیمی، میخواستم سوالی رو بپرسم در رابطه با قیام کنونی که الان همین الان شعارش رو هم از جوانان در خیابان‌های مختلف شهرها رو با هم میشنیدیم. سر مسئله سرنگونی و قیامی که به راه افتاده، برخی مدعیان که با پرهیز از خشونت، آقای سلیمی، میشه به پایان این دیکتاتوری رسید، به پایان این حاکمیت خامنه‌ای. سوال اینه که خب اگه این کار ممکنه، اگه میشه به چنین راه حلی رسید، چرا این مسیر ساده انتخاب نمیشه؟ چرا این مسیر ساده انتخاب نکنیم و خلاصه گفته میشه یا شما خودتون معتقدین که راه سرنگونی قهرآمیز و با آتش باز میشه؟ خب شما میدونید که خب استراتژی مجاهدین، همه بیننده‌هاتون هم میدونن که استراتژی مجاهدین از
روز اول به صلاح یک مسیر بسیار روشن و یک دست و مونیستی بوده، یعنی ما از 30 خرداد 1360 بعد از اینکه مجاهدین همه تلاش‌های خودشون رو کردن در دوری همون 2.5 سال و 2 سال و 4 ماهی که شرایط سیاسی یا اون تلاشی که رژیم از ببخشید مجاهدین از شرایط اون موقع برای یک مبارزه مسالمت‌آمیز، مبارزه سیاسی یا به عبارتی پارلمانتاریستی که بتونن از طریق انتخابات، از طریق مجلس، از طریق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا میزانی که بتونند ارتجاع و استبداد حاکم رو که سمت و سوش برای مجاهدین تا حدی روشن بود به اصطلاح جلوش رو بگیرن، جلوی این ارتجاع رو و عقب برونندش اینا. و خب بعد به اصطلاح خب ما شاهد بودیم که در همون دوران 2.5 سال کوتاهی که وجود داشت رژیم با تمام قوا چنگال‌های سرکوب خودش رو حاکم کرد، از سپاه پاسداران، کمیته ها و سایر نهادها. این اولین نهادهایی بود که شکل داد، همین شورای نگهبان برای که بعد مجلس رو کرد، مجلس خبرگان و و و و همه اون نهادهای چه در دستگاه مقننه چه در دستگاه نظامیش و انتظامیش و و تا بتونه به اصطلاح چنگال‌های استبداد و سرکوب خودش حاکم بکنه. ما در همون مقطع، در همون پروسه شاهد حملات بسیار چماقدارها، حمله به ستادهامون، بعد در تعطیلی اونها، بعد ما فقط در مقطع به اصطلاح اون پروسه مبارزه سیاسی بیشتر از 50 شهید دادیم و هزاران زندانی سیاسی در داخل زندان‌ها داشتیم و اینا. پس بنابراین ما همه آزمایش‌های خودمون رو برای طی چنین پروسه‌ای با صبر و تحمل بسیار عبور کردیم، در حالی که هر روز بچه‌ها ما چماق می‌خوردن، چششون رو در می‌آوردن. یعنی خیلی از صحنه‌هایی که از فاز سیاسی در سیما هم پخش میشه، از همون فیلم‌ها برای اجتماعاتمون، حمله به مراکز ستادهامون و اینها، که خب مجاهدین در تمام این سالیان با صبر و تحمل این پروسه رو تلاش کردن طی کردن تا 30 خردادش است که رسماً خمینی فتوا به تظاهرات مسالمت آموز در مخ ده‌ها هزار نفر در خیابون تهران تظاهرات می‌کردند و مسالمت آمیز بود این تظاهرات، هیچ چیزی نداشتند. خب ما شاهد بودیم که اینها به تیر بستن، سپاه پاسداران تظاهرکنان را به تیر بست و بسیار شهادت رسوند، آتش مستقیم بستن. بله بله. و بعد از اون هم شاهد اعدام‌های، یعنی از فردای اون روز شاهد اعدام‌های گسترده از دستگیری‌هایی که انجام داده بودند بودیم. حتی اینا رو احراز هویت نمی‌کردند دانش آموزا، همین سن و سال‌هایی که همین الان اون روزها ما 16 سال. بله، دانش آموزای دختری که همین الان عین همون رو در همون صحنه‌ها ما داشتیم در اون مقطع که اینا رو اعدام کردند بدون اینکه احراز هویت کنن، بعد توی روزنامه درج کردن، اسنادش هست، و گفتن که بیاید شناسایی کنیم پدر ماشون رو بشنن کیا اصلا. خب ما با چنین جنایتای روبرو بودیم و بعد از اون هم قتل عام وسیع در سال 67، 30,000 زندانی سیاسی که اغلب اونها از مجاهدین بودن، اینا همه حکم اغلب گرفته بودن و اینا رو دست به اعدامشون دادن، همه رو سربدار کردن. خب این جنایتای بودیش که رژیم در اون مقطع و در این پروسه، و ما بعد شاهد هستیم که در ادامه این مسیر در قیام‌های متعددی که بعداً هم رخ داد، رژیم همواره با صبوریت تمام دست به سرکوب زد. 78 در قزوین، در مشهد، بعد در سال 88 قیام دانشجوها، چجوری قیام رو سرکوب کرد، کش خیلی‌ها رو اصلا به شکل پنهانی مفقود کرد، و بعدش هم بیایم در قیام‌های 96 و 98 که دیگه آمار کشته‌های سال 98 که 1500 نفر رو در خیابون‌ها به تیر بستن، کشتن، مفقود کردن، توی رو نم دریاچه انداختن، پشت سد انداختن. خب این اقدامات و جنایت‌هایی است که این رژیم در طی 40 سال و 4 دهه گذشته علیه مردم ایران و قیام‌های اونها برای خواسته‌های بر حقشون انجام داده. پس بنابراین مطلقاً و مطلقاً ما باید روی این انگشت بذاریم که نه مجاهدین و نه مقاومت ایران دیوانه نیست که در حالی که راه حل کم هزینه‌تری باشه، در حالی که راه حل ساده تری باشه برای رسیدن به آزادی مردم ایران، ما از مسیرهای سخت‌تر و پررنج و شکنج‌تری حرکت بکنیم. نه، مطلقاً چنین چیزی نیست. دشمن مشخص میکنه که ما باید چگونه به راه دقیقاً استراتژی از دل برخورد
دشمن و این رژیم با مردم ایران در میادش بیرون و دیگه ما پروسه آزمون و تجربه خودمون در همون دو سالیمه اول با این رژیم طی کردیم و در منتهای تحمل و صبر به اصطلاح مقاومت ایران رو در رو شد با این رژیم. ولی خب رژیم معلوم بود که هدفش چیز دیگه و مطلقا نمیخواد آزادی به مردم بده. پس بنابراین میبینیم که بعد از اونم علیرغم همه بازی‌ها که تحت عنوان اصلاحات و اصلاح طلبی رژیم انجام داد، تمام اینا علیرغم اینکه دوره قیام‌ها رو و انقلابات رو عقب انداخت در رابطه با مردم ایران، اما دست آخر دست تمام این شیاطین‌ها رو شد. رژیمش تغییری نکرد؟ هیچ تغییری نکرد. ماهیت واقعیش تغییر نکرد. از همون اول ما گفتیم آقا افعی کبوتر نمیزاید و چنین چیزی متصور نیست و همین به اثبات رسید تا همین امروز. پس اینایی که میگن خشونت پرهیزی و این رو میگن، پس معنی این چی میشه اگه شما اینطور داری میگید؟ خب ببینید اینجا ما باید بگیم پس ما همه راه‌های مسالمت آمیز با این رژیم آزمون کردیم، تجربه کردیم. پس بنابراین الان اگر شما شاهد هستید در همین قیام اخیر در رابطه با محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد که اینها رو در حالی که فقط از خودشون دفاع کردن دست به اعدام اینا میزنن و قوه قضاییه جلادان چنین احکام جنایتکاری رو صادر میکنه، یک چیز بیشتر نیست که با این رژیم مطلقاً نمیشه از سر به قول معروف مدارا و کوتاه آمدن، چون حتی در مقابل خواستهای صنفی مثل حقابه کشاورزان اصفهان، مثل نمیدونم زحمتکشان بلوچستان که فقط مجبورن برای امرار معاش سوخت حمل بکنن و یا کولهبران در کردستان، شما حتی میبینید شاهد هستیم چه جنایتی در حق اینها انجام میدن. پس بنابراین این رژیم مطلقاً حتی در مقابل خواستهای به حق صنفی مردم ایران کوتاه نمیاد و جوابش تیر و شلیک و اعدام و شکنجه است. پس در مقابل چنین رژیمی خب خیلی به قول معروف ما باید بگیم در یک کلام، اگر زبان قاطعیت، زبان قدرت و زبان قهر نباشه، این رژیم تا جایی که بتونه و تیغش ببره میکشه و سپاه پاسداران سمبول و اصلا برای همین ساخته شده که از این رژیم به هر قیمت دفاع بکنه. کما اینکه ما یادمون هست صحبت‌های خمینی که میگه آقا حتی مجازی دروغ بگید، حتی بذار شراب بخورید، اما حفظ نظام از اوجب واجبات است. و این تئوری این رژیم و سپاه پاسداران هم ابزار اعمال و دفاع از اون است. به همین خاطر از کسانی که صحبت از این میکنن که بین جلاد و قربانی، یعنی مردم ایران، یعنی مقاومت ایران، اینها در حالی که جنایت رو اون میکنه، خشونت رو اون به خرج میده، از مقاومت و مردم ایران میخوان که از خشونت پرهیز بکنه، خب این یک جنایت در حق مردم ایران هست. و یعنی میگه تو بکش و اینها مردم هیچی نگن. بله، و تسلیم در مقابل که این همون تئوری هست، چیزی نه کم نه زیاد. واقعا به همین خاطر از کسانی که تئوری خشونت پرهیزی رو به قول معروف تبلیغ میکنن و ازش صحبت میکنن، واقعا باید سوال کنه چون چه راه حلی در مقابل اونها دارین؟ چون که اگر صحبت از اعتصاب به حرکت های مدنی میکنید، شما با اعتصاب کردن آخه در اختناق مطلقی که رژیم حاکم کرده که اجازه هیچ گونه تشکلی به شما نمیده، اجازه هیچ گونه تحرکی به شما نمیده، حتی اون کسایی که مالاشون رو دزدیدن نمیتونن بیان تجمع کنن و با کتک و اینها روبرو میشن، با زدن و دستگیری روبرو میشن، نمیدونم کانونهای تشکلات صنفیشون رو میگیرن، متلاشی میکنن، دستگیر میکنن، زندان میکنن، معلمان رو ما داریم، فرهنگیان رو ما داریم، اینقدر اینها به اصطلاح نمونه های متعدد در جامعه ایران داره جانبه. پس بنابراین چنین مبارزات مدنی که جایی نداره، چنین مبارزات سندیکالیستی که اصلا تشکلی بشه ایجاد کرد و حرکت مدنی کرد، پس امکان پذیر نیست. پس اگر این هست، پس ما چه راه حلی در مقابل این رژیم برای سرنگونی داریم؟ اینجا میرسیم به کانون جوابمون. کانون جواب یا این هست تئوری که این بچه شاه و خطوط استعماری پشتیبان اون ازش بهره میبرند و استفاده میکنند، یعنی به قول معروف آقا پشتیبانی بکنند توسط خطوط استعماری و این بچه دیکتاتور سابق رو بخوان به مردم ایران تحمیل بکنند، خب که در دو تابلو هم بیشتر متصور نیست، یا اینکه این رو به قول معروف با یک جنگ خارجی، با یک پشوانه جنگ خارجی بخوان برای مسند حکومت بنشونند، که خب این کاملا سراب و باطل هست، چرا که آمریکا تجربه عراق اثر گذرانده، تجربه افغانستان اثر گذرانده و با شکست به اصطلاح سنگین از این بابت روبرو شده. پس بنابراین میدونه این راه حل نیست.
راه حل دیگه هم یک چیز بیشتر نیست و اون اینه که آقا با جناهای از درون رژیم، خب با همبستگی با جناهای از درون رژیم کنار بخواد بیاد، همونطور که ما در همین منشوری که از جانب بچه شاه و همین ترکیب 6 نفر در اون جلسه جورج‌تاون ارائه شده، خب دقیقاً در همین خط هست، یعنی کنار آمدن با جناهای از سپاه پاسداران، از آدمای ریزشی سپاه پاسداران، از دائما پیغام پسخامایی که از جانب بچه شاه داده میشه به اینها، دقیقاً در همین راسته هستش. یا مثلا در همین منشور اشاره به این داره که به اصطلاح سپاه پاسداران منحل بشه، طبعا این به دنبال همین حرف اشاره به این میکنه که سپاه پاسداران ادغام بشه در ارتش و به اصطلاح قوای مسلح. پس میبینی که چجوری با یک بندبازی، پس همین ساختار سپاه پاسداران رو و همین دستگاه رو میخوان حفظ بکنن و دقیقا در راستای اون چی که مشابه اون در سال 57 رخ داد، یعنی از یک طرف استعمار اومد پشتش، مذاکرات پنهانی که پشت پرده انجام دادن برای اینکه پروسه انقلاب درستی نشه، با یه زده بندی با جناهای از داخل خود این و با اعلام بی‌طرفی ارتش بتونن پروسه انقلاب رو کوتاه کنن تا زیرروی انقلاب اونطور که باید صورت نگیره. البته خب تا جایی که در دست اونا بوده می‌خواستن این کارو بکنن، اما می‌خوام بگیم در همین مثال و نمونه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم، اونجایی که صحبت از کنشگران داخل ایران میشه از جانب این بچه شاه، دقیقاً هویت و ماهیت این کنشگران چه کسانی هستن واقعا؟ هویتش رو اگر نمیتونی معرفی کنی، اگر ماهیتشون چی واقعا؟ خب آیا با پیغام پسخواهی که تو میده غیر از همین برادران سپاه هستن واقعا؟ غیر از این نمیدونم اصلاح طلبای درون نظامی هستن که سالیان انقلاب مردم ایران رو به عقب انداختن و دارودسته‌هایی که مستمرن الان هم میبینیم به طور فعالی وارد شدن که از این خانه یغما چیزی نصیب خودشون بکنن مثل بچه شاه. پس بنابراین میبینیم که حرف از یک زدوبند ارتجاعی و استعماری هست، از یک طرف درون رژیم و به اصطلاح هم پیاله شدن با عناصری از داخل رژیم، و از اون ورم خب استعمار پشتش هست، تبلیغش میکنه، رسانه‌های فارسی زبان استعماری رو پشت این خط میاره و از به اصطلاح هیچی میخواد همه چی بسازه تا به این وسیله بتونه در واقع مقاومت ایران و راه حل سرنگونی رو، راه حل دموکراتیک رو کنار بزنه و راه باز کنه برای چنین خطوط ارتجاعی و استعماری که طبعا به دلیل هوشیاری و بودن این مقاومت با 40 سال مقاومت و همه شهداش، طبعا اجازه چنین بهره برداری و دزدیدن انقلاب رو مثل اون که در سال 57 رخ داد رو نخواهد داد. بله، بسیار سپاسگزارم از پاسخ جامعی که به سوال ما دادید در رابطه با خشونت پرهیزی و مجموعه نکات سیاسی که این روزها شاهدش بودیم. آقای سلیمی، به عنوان آخرین سال می‌خواستم بپرسم که دلیل و منطق شما که این خط و استراتژی که گفتین در واقع قهرامیز و قیام آتش، این چطور پیش خواهد رفت و دلیلتون چیه بر صحت این؟ بله، من فکر میکنم که به اندازه کافی پروسه‌ای که کانون‌های شورشی در طی این چند سال گذشته طی کردن زیر اختناق مطلق این رژیم شکل گرفته، راه باز کرده، پیشتازی کرده، گسترش پیدا کرده، تشکل پیدا کرده و خود این کانون‌ها به اصطلاح تونستن با جذب نیروی بیشتر به یگانهای قویتر و کارآمدتری تبدیل بشن. این پروسه‌ای هستش که استراتژی به اصطلاح مجاهدین و این مقاومت بوده، یعنی با تکیه به مردم ایران و نیروهای پیشتازش که همین کانونهای شورشی هستن که اینطور راه باز میکنه. و شاید هم هستید چطور مورد تقدیر کسانی که دستشون در کار هست در سیاست، مثل همین جلسه دیروز پیروزی که آقای پنس صحبت میکرد در موردشون، یا بقیه دوستان و مهمانانی که در اون جلسه حضور داشتن، از چه اون به اصطلاح ژنرالایی که دستشون تو کار بود، چه از نمایندگان سابق و تو سناتورها که از حمایتشون از این کانونها و پیشتازی اونها، یعنی خلاصه در یک کلام استراتژی مجاهدین با تکیه به عنصر داخلی و مردم ایران و کانونهای پیشتاز اون، که به این ترتیب این نشون داده این هست که این خط چطور راه باز کرده، چطور جاذب بوده و چطور کارآمد بوده. و آثارش گفتیم فقط ماه گذشته و تا همین لحظه 1500 عملیات در بهمن و 1000 عملیات ضد اخوان و
در همین این روز هم نزدیک به 500، یعنی مجموعاً شما نگاه کنید در ابعاد، در کم و کیف، ابعاد کار این کانون‌های شورشی معید خطوط درستی هستش که پیش رفته. کما اینکه سخنگوی رئیسی چند وقت پیش اشاره میکرد، میگفتش که ما باید فرق قائل بشیم بین کسانی که دست به خشونت میزنن با کسانی که با روی هیجانات یا اینا دست به سری اقدامات میزنن. یعنی دائما و دائما برای این مجلس حقوق تاکید میکنن تا به این وسیله بتونن تفکیک بکنن، تا راهی رو برای انشقاق و خوابوندن قیام پیش بگیرن. من اینجا خوبه یک فاکت دیگه هم بگم، جالب هستش، این عبدالله گنجی از این فعالای رسانه‌ای مربوط به رژیم هستش و اینا هم در جنگ و دعوای رسانه‌ای با خاتمی، همین فکر کنم یا امروز یا دیروز که در دعوای باندی به خاتمی میگه، میگه انحراف آنجا بود که بعد از دوم خرداد شعار توسعه سیاسی را طرح کردید. شما که در قدرت بودید، رقیبانتان هم که مشکلی برای ورود به قدرت نداشتند، پس توسعه سیاسی را برای چه کسانی طرح کردید؟ غیر از این بود که در صدد ورود مخالفان و مطرودین امام به قدرت بودید. آیا همراهان شما نگفتند منظور از توسعه سیاسی یعنی همه مخالفان وارد قدرت شوند، حتی ساواکی ها، و استثناء فقط مجاهدین خلق است؟ پس از یک طرف میبینید تنها مرز سرخ رژیم مجاهدین هستند و این رو ما در صحبت هاشم خواستم یادتون باشه شنیده بودیم. خب و دیگه از این بابت و تنها مرز سرخ این رژیم و ترس و وحشت از این مقاومت و مجاهدینه، و از اون ور حتی در جبهه به اصطلاح توسعه سیاسی با ساواکی هم میشه کنار اومد، کما اینکه ما این روزها در شبکه‌های مجازی بعد شاهد هستیم از ارتباطات نم ثابتی و اینا که افشاگرا زیاد هست تو این زمینه، که می‌بینیم چجوری ساواک و وزارت اطلاعات رژیم دستشون دست هم هست تو اتاق فکرای مشترک با هم دیگه کار می‌کنن، برای این خطوط ارتجاع استعماری رو با هم دیگه مشترکاً پیش ببرن. بسیار سپاسگزارم از شما فریدون سلیمی، ممنون که در این گفتگو ویژه برنامه چهارشنبه سوری همراه ما بودید. تشکر از شما.